بچه‌ها امروز می‌خوام در رابطه با اینکه خیلی‌ها سوال می‌کنن، البته خیلی‌ها که نه، سه چهار نفر از بچه‌ها سوال کردن که آلمان بهتره یا انگلیس. همونجوری که می‌دونید من ویدیو ساختم با کسایی هستن که داخل آلمان، من خوبی‌ها و بدی‌های انگلیس هم ساختم، یعنی شما اگه بخواد تحقیق بکنید انگلیس از چه نظری خوبه از چه نظری بده، اینا رو هم ساختم. ولی الان وضعیت انگلیس یه جوریه که خیلی گرون شده. امروز شنبه است، دوباره می‌خوایم که یکی دیگه از مشروبا رو نشونتون بدیم. امروز هم حواس رام کردم، ولی خب حالا به خاطر اینکه می‌خوام یه مشروب دیگه بگیریم رام نمیگیریم، یه چیز دیگه میگیریم. خیلی وقتم نخوردم، اینم بگم بچه‌ها، من و میتی دوباره امروز حالا متاسفانه خوشبختانه رام گرفتیم. اینجا می‌خواست هنسی بگیره، ولی خب دوباره رام گرفتیم. ولی رام این سری فرق می‌کنه، این رام کافیه. می‌خوام ببینید اینجا نوشته روست کافی و 40%. نظر چیه میتی؟ خوبه به نظره؟ حالا میریم بالا تست می‌کنیم ببینیم چه جوریه. ببخشید دیگه، دوباره رام گرفتیم. ما طرفدار خیلی رام هستیم. رام کافیه، جلدش خیلی قشنگه. خیلی اینجاش عکس کافی داره. اینا یعنی دولت انگلیس وقتی به اروپا متصل بود یه پولی رو باید هر سال میداد دیگه، یعنی یه پولی رو باید هر سال به اروپا میداد که عضو اتحادیه اروپا بشه. حالا از اون پول بهره میبردن که مثلا یونان رو مثلا بهش کمک میکردن، یا مثلا کشورهای فقیر مثل رومانی و بلغاری و اینا رو. انگلیس اومد بیرون، میدونستش که خب یه مقدار گرون میشه، خب گفتش که خب من این پی رو به تنم میمالم که انگلیسی یه مقداری گرون بشه، اقتصادمون فلج یه ذره بشه، بعداً درستش میکنم، یعنی چند سال دیگه درستش میکنم. این پروسه یه چیز در حدود 10 سال طول میکشه. الان ما توی ریاضت هستیم، توی انگلستان توی دوره ریاضت هستیم. ریاضت یعنی این پی رو به تنشون مالیدن که یه مقدار اوضاع مملکت بد میشه. اول اوضاع ترافل بد شد، یعنی پاسپورت انگلیسی با اینکه رنگش خیلی بالا بود بعد از پاسپورت آلمان و ژاپن و سنگاپور و اینا، الان رنگش یه مقدار اومده پایین، ولی بازم جزو پاسپورت های بالای دنیاست. بعد خب گفتن که یه مقدار رنگ یعنی تراز اون ارزش پاسپورت میاد پایین، اونو درستش میکنه. اونو تا به امروز درستش کردن. یه سری اسپانیایی ذره عصبانی شد، یونان عصبانی شد، نمیدونم فلان، اینا رو باهاشون حرف زدن درستش کردن. بقیه کشورهای دنیا میتونید بدون ویزا برید، هیچ مشکلی نیست. الان اقتصاد خیلی فلج کننده شده، یعنی همه چی گرون شده اینجا. الان من دارم میرم خرید، یه چیزی در حدود 100 پوند 200 پوند فقط تک نفره هفته یا دو هفته یه بار باید خرید بکنید، اگه غذا بلد نباشید که کلاتون پس معرکه است. اینجا رستوران بلوگا پرژن گریله توی ناتینگهام گیت. اونورم یه دونه چیز داره، کلاب رقص داره. من با دختره روسیه رفتم اونجا، آرمنی روسیه رفتم اونجا رقص دیدیم، خیلی باحال. اینم باز کرده، بغلش هم یه دونه، بغلش هم یه چیز دیگه است. ببین یه الان یه دونه پاپ بهتون نشون میدم، این سیفته که من بود یه زمانی این پاپ پاپ اینجا میرقصن بچه‌ها، بهش میگن آنکل اسپیریت. ولی همش پینکه، یعنی مثلا میری داخل همش همه جا رنگ صورتی بیشتر برای دخترها ساخته شده، ولی ویتراش همه خواننده، یعنی اونی که غذا برای شما سرو میکنه خواننده است. ببینید ایده رو، ببینید ایده خیلی باحالیه. ولی اونجا میرید باید یه مثلا باتل مشروب سفارش بدید دیگه، وگرنه اگه بشینید سفارش ندید میندازنتون بیرون. اینجا برای پول خرج کردنه. قیمت خونه اومده پایین دیگه، اصلا کسی خونه نمیخره. یعنی خونه خریدن به چه صورت بود؟ خونه رو شما میخری یه مورگیجی رو باید بدی، یعنی یه وامی رو باید بدی. مثلا دولت 40%شو میده، شما هم 60%شو باید طریق وام بدی، میگن مورگیج. مورگیج شما قفله، بعد از 5 سال شما دوباره باید ری مورگیج بکنید. برای چی؟ یعنی که مثلا شما نمیتونید که هر ماه 300 پوند یا مثلا 1300 پوند پول خونه بدید 60 سال. خب این قیمت هر 5 سال عوض میشه. ممکنه 5 سال 1300 تا بدید، مثلا 5 سال بعدی 1500 تا بدید، میره قیمت بالا دیگه، خب چون تورمه. بعد وقتی اینجاست که شما مورگیج هم میگیرید، ولی بانک همینجوری قیمتو میاره بالا، قیمت بهره رو سود و برده بالا. بنابراین هیچ کس اینجا خونه نمیخره، قیمتای خونه اومده پایین، واقعا اومده پایین. لندن که اصلا دیگه کلا نمیشه خونه خرید چون همه خونه ها گرفته شده. چا ببینید چی پیدا کردم. یه خونه پیدا کردم که نقاشی ماشینم جلوش داره، یه جای سیکرته. حالا این وضعیت انگلیس، از اونورم دارن هر روز قانون رو سخت میکنن. مثلا یه نفری که یک سال بین 1 تا 4 سال رفته زندان، اگه بخواد برای پاسپورت اقدام بکنه، اگه خلاف کرده باشه که افتاده باشه زندان بین 1 تا 4 سال، 10 سال پاسپورتش رو میندازن عقب مرحله پاسپورت گرفتنش. ولی اگر یه نفری که 4 سال به بالا افتاده باشه زندان، 15 سال
مینداختن عقب. 15 سال خیلیه، من خودم الان تا اینجا 20 سال اینجام، خیلی طولانی بوده. وای والا کسی که 10 سال اومده یه خلافم کرده 15 سال دیگه هم با صبر کنه، هیچ کس اینجا نمیمونه. بنابراین یه قانون اومد جدیدن که آره اگر شما اصلا خلاف کرده باشی گفتاد به زندان دیگه، اصلا کلن اصلا همین دوشنبه اومد دیگه کلن پاسپورت به شما تعلق نمیگیره. بنابراین اینا چیزای آپدیتایی هستش که من داخل کشور دارم میشنوم و میبینم. میخوام شما رو هم در جریان بذارم، میخوام انتخاب درست بکنید موقعی که میخواید مهاجرت بکنید. آلمان به نظر من بهتره به خاطر اینکه اونجا نیروی جوان میخوان. میگن جمعیت آلمان منفی یکه، اینجا جمعیت آدم همینجوری میاد فکر میکنه اینجا ریخته، میدونید با قایق میان و اینجا فکر میکنه اینجا خبریه. سیستم بنفیتشون هم به درد دیگه نمیخوره، یعنی شما با سیستم بنفیت اینا 1200 پوند میخواید پول بگیرید در ماه که خونه 1500 پوندی رو بدید که یک به قول معروف چوس مسخال خونه است که شما نمیتونید توش حرکت بکنی، اینقدر کوچیکه. بنابراین یا باید بری کار بکنی مثلا پول در بیاری، یا اینکه اصلا کلا باید ول کنی بنفیت بگیری که اصلا به هیچ جام نمیرسی. بخور نمیری کد داری عین من؟ من کدامو دیدی چه جوریه؟ با کد بریم پیشش، بریم یه خورده دنبال جا پارک بگردیم. اینجا مثل اینکه جا پارک باید بگردیم پیدا کنیم. فردا جا پارک کاری نداره که، از تو نقشه گوگل میزنی استریتو نگاه میکنی میبینی کجا جا پارک داره کجا نداره. منم صبح استنداپ دارم، استنداپ انجام میدم. بلند زود بلند میشی؟ من 11 استنداپ دارم دیگه، استنداپ انجام میدم. رام خوشمزه بود اونطوری گرفتیم، رام کافی خوشمزه بود. آره آره یه دونه امروز گرفتم من تو تسکو دوباره، مزه کافی میده. خوردی برو؟ نخوردم هنوز، هر روز که مست نمیکنن نخوردم. بنابراین اینو میسپارم به عهده خودتون که کشوری که انتخاب میکنید با دید باز انتخاب بکنید. من آپدیت های زیادی رو در رابطه با انگلیس به شما میدم باز، ولی اینا نظر منه. اینه که میگم یه 10 سال طول میکشه آدم تا خودش اینجا پیدا بکنه. دولت اینجا دیگه واقعا به کسی کمک درست حسابی نمیکنه، کمک خیلی کمی میکنه. اینم از هوای اینجاست دیگه، میبینید که جولای الان داره بارون میاد، 18 درجه است داره بارون میاد، واقعا هواش گنده. الان باید موقع پیک فصل گرما باشه، یعنی فوق‌العاده باید گرم باشه، ولی همه جا گرمه جز انگلیس، همش هم داره بارون میاد. همین الانش هم شروع شد. همینش هم شروع شد. پشت سر من رو نگاه بکنید یا این ور رو نگاه بکنید ببینید که چقدر بارون میاد. بیا این جولای این فصل بارون و بدبختی اینجاست. منم الان دارم میرم خرید. اصلا شبا چقدر خلوت آدم بره سنترال، خدا وکیلی خیلی خیلی هوا خوبه. باید همین موقع آدم بره. اصلا چه بارونی اومد امروز؟ تموم شد بارون. الان ماشین من یخ زده بود، آب گرمش رو روشن کردم بهتر شد. مگه آب گرم کنه؟ چیزشو بخاریشو. اگه دو نفره باشید خرجشون کمتره. اگر یه خانمی داشته باشه که غذا درست بکنه یا چند بار شما غذا درست بکنید با هم دیگه بخورید خرجتون کمتره، کرایه‌هاتون نصف نصفه. ولی واقعا اینجا مجردی نه میصرفه نه دووم میاره. جفت آدما باید کار بکنن. نمیگم زن داشته باشید که اون بیکار باشه تو خونه فقط بچه‌داری بکنه و شما مثلا برید سر کار، نه اونم باید کار کنه. اگه اونم کار نکنه خرج شما میگم سینگل نمیشه، چه برسه دو نفره. دو نفر که یه نفر بخواد بخوره، من میگم خرج خودم رو بازور میدم. اگه کسی که بخواد فقط بخوره بخوابم خرج اونو بدم نمیشه، میدونی چی میگم. حالا بچه دیگه باید بدید، ولی خب خانم باید بعض نمیگم موقع حاملگی و اینجور چیزا، ولی خب بعد از اینکه بچه من بزرگ شد باید بره سر کار و اینا کمک خرجی باشه. البته کارم اینجا نکنید واقعا کسل میشید. اینه اینا چیزایی هستش که من در رابطه با انگلیس دارم میگم. خوبی هم داره، یکی از خوبیاش میبینید که دارم میگم استانبول رفتم برگشتم، قانون و نظم انگلیس رو واقعا دوست دارم. نظم توی رانندگی، نظم توی موقع قطار سوار شدن، اتوبوس سوار شدن. اتوبوس ها 24 ساعته است، قطار ها 24 ساعته است و اینجوری. ولی تورم و بازار خونه واقعا گندترین بازار انگلیس، یعنی واقعا لطمه زده. اینجا ویرجین اکتیوه، میخوام برم اینجا تمرین کنیم. خب اینجا. آره بعد ایران اینترنشنال هم این بغله، تو به خاطر اینکه اینجا حمله شده چیز یه نفر اومد عکس برداری کرده بود، اینا سکیوریتی گذاشتن حفاظ رو نمیدونم سکیوریتی گذاشتن. از اون برم میخواد یه نفر بیاد با یه نفر دیت بکنید. حالا در رابطه با دیت کردن دختر اینا زیاد صحبت کردن، ولی بیشترم صحبت میکنه. ولی بیشتری ها تو دل خودشون استریوتایپی دارن. استریوتایپی نه ریسیست، یعنی حالا شما یا چه شب رو مشکی هستید یا مسلمونن. من میگم من با اینکه خودم اینجا با اینکه این حالت رو خودم هم صدق میکنه 50-60
دوست دختر داشتم فقط، باورتون بشه یا نه. استریوتایپی رو دیدم تو خیلی از اینا، چه شب رو مشکی، آقا این مسلمونه، آقا این مسیحیه، آقا این میخواد منو بگیره میخواد نگیره. اولین سوالی که میگم where are you from، نمیدونم از کجا اومدی، نمیدونم چند سال اینجایی، سوالی که اصلا من تو توی کشور دیگه ندیدم کسی بپرسه، از کجا اومدی، چند سال توی کشوری، کجا میخوای بری، یعنی اومدی با من دیت بکنی دیگه، حالا من از کجا اومدم، اینا سوالایی هستش که وسط رابطه از آدم میپرسن. اینا این حالتو دارن، حالت ویکتوریایی خودشونو دارن. ویکتوریا یعنی چی؟ حالت قدیمی خودشونو دارن. ولی خب من این چیزا رو تو خیلی کشور اروپایی دیگه کمتر دیدم. اینجا انگلیس اسمش اروپاست، ولی اون اروپا اون حالت اروپا رو نداره، یعنی حالت آمریکا رو هم نداره، یه چیزی بینشونه. یه رستوران هست به اسم رستوران رایس، یه خانومه هست آشپزه، آیسی میگم ببینیم. آره بعد اینا هاش نوشته رایس پرژین رستوران برنج، بعدش ازش غذا میگرفتیم میخوردیم، ولی خوب دووم آورده. ولی خوبی های خودش هم داره، گفتم اینجا کشور مولتی کالچراله، همه با هم دیگه زندگی میکنن، با هم دیگه مشکل ندارن، نظم برقراره. ولی بعدیش اینجاست که با کشور با قانون کشور دارن بازی میکنن. الان یه بچه هندی شده نخست وزیر، همش داره با قانون کشور داره بازی میکنه، یه روز اینو میگه، یه روز اونو میگه، یه روز میگه من اینو راه نمیدم، همش هم گیر داده به بدبختا، به پناهنده ها و مهاجرا. بابا این مهاجرات برای شما دارن پول میارن داخل کشور، چرا انقدر به اونا گیر میدید؟ این آدمایی که مفت میخورن میخوابن، خام آدمای خودشونن که به اونا گیر نمیده، وادار کنید برن سر کار، یا مثلا اونایی که الکی دیسیبلیتی گرفتن یا چیزا، میدونید، بجن که به اینا گیر داده، اون بدبختایی که مادر خونه زندگیشون فرار کنن یه زندگی جدید بسازن به اونا گیر میده. پس بنابراین دولت خوبی نیست. حالا داره دولت جدید حزب کارگر میاد، الان حزب کنسرویتیو، حزب محافظه‌کاره که 10 سال واقعا این کشور خراب کرده. من 2010 وقتی که دیوید کامرون شد نخست وزیر، این کشور واقعا تو نقطه خوبی بود. دیوید کامرون خراب کرد، تا همین الان که 13 سال اینا توی قدرت هستن واقعا کشور خراب شده، واقعا کشور خراب شده. من یک روز تو عمرم به کنسرویتیو رای ندادم. خیابون چیزیک، اینجا بهش میگن چیزیک، ولی چیزویک نوشته میشه، به خاطر این اسمش چیزیک هست که اینجا مارکت چیز بوده، یا مارکت یا بازار پنیر اینجا بوده. تا دیروز گرم بود، الان داریم میلرزیم. جولای بچه روباهو ببینید، روباهو میبینید؟ اینهاش روباهو ببین کوچولو. این نخست وزیر انگلیس اومده تو رادیو داره صحبت میکنه، حالا مال صبح بوده داره تکرارشو پخش میکنه. ولی یکی از مشکلایی که دیگه، دو تا از مشکلای دیگه که تو انگلیس الان به وجود اومده رو بهتون میگم. اولش این که تمام سکترهای دولتی همشون اعتصاب کردن. یکی سکتر بخش دکترا هستش، مثل NHS و اینا. NHS که اصلا همون اول گند بود، وقتی میخواستی نوبت بگیرید 6 7 ماه طول میکشید. حالا الان دیگه درخواست حقوق اضافه کردن، دولت نمیده، 35% حقوق اضافه میخوان، دولت نمیده، همشون اعتصاب کردن، همشون هم دارن میرن. تمام اون دکترای جدیدی که دارن میان دوباره اداره استخدام میکنه با حقوق کم، کسی نیست که اونا رو ترین کنه، یعنی آموزش بده. اینه که NHS ببخشید به گوه کشیده شده. این یکی از مشکلاتش. مشکل دومش اینه که به خاطر اینکه اینجا اینقدر گرون شده، الان شاپ لیفتر زیاد شده. شاپ لیفتر یعنی چی؟ یعنی اونایی که میرن تو مغازه جنس میدوزن، یعنی میپیچونن، یعنی میرن تو مغازه مثلا بوتس، میرن تو مغازه تسکو فلان اینا، اونجایی که دوربین نمیبینه یا جنس هایی که زیر مثلا 20 پوند 30 پوند تگ نداره میپیچوننش. الان من خرید بودم، خب تو تسکو مثلا جنس هایی هستش که تگ داره. تگ یعنی چی؟ مثلا الکل خیلی گرونه، یا سیگار که اصلا کسی نمیخره، زیاد سیگاری نداره مثل ترکیه، ولی خب سیگار گرونه، پاکت 14 پوند خیلی گرونه، 14 پوند اینقدر سیگار خودش یه باتل مشروبه. الان من همین امروز رفتم خرید کردم، با کوپن و اینجور چیزایی که داشتم تقریبا 95 و 15 خرجم شده. اگه نگاه بکنید اینجا 95 و 15 اینجا این بغل، همینجا 95 و 15 خرجم شده. لیست چیزایی که خرید کردم واسه یه هفته و نیمه، شیر و نون و تازه شیرا به این گندگی رو من نمیخرم که میرم شیر کوچیک میخرم که تاریخ مصرفش تمام نشه. اینا میان چیکار میکنن؟ اونایی که جنسی که تگ نداره، مثلا این آبه، خب ارزونه، دورش تگ نداره، خب چون ارزونه تگ نداره. تگ یعنی چی؟ یعنی یک وسیله ای که بهش میچسبونن، باز بشو نیست، فقط اون کشیر یا اون اونجایی که میخواد پول بدید میتونه اونو باز بکنه. وقتی که شما پولو میدید اینو میندازه داخل آهنربا باز میشه، وگرنه اگر باز نکنه، اگه از در برید بیرون بوق میزنه.
اینجا فروشگاهش اینجوریه، مثل سوپرمارکت‌های خود ایرانه. ایران هم بود دیگه. بعد شاپلیفترها میان چیکار میکنن؟ میان دور اینا فندک میندازن، اینا رو باز میکنن چون با حرارت باز میشه، میپیچونن میرن بیرون، یا سکیوریتی که همه رو نمیتونه کنترل کنه. اینه که اینقدر تورم زیاد شده، این مشکل شاپلیفتر اومده و کسایی که 10 بار دزدی کنن ازشون بگیرنشون میشه کریمینال رکورد، یعنی میشه خلاف خیلی سنگین و اونا رو حتی ممکنه زندان بندازن، یعنی 10 بار بشه. گت یو کی ویزا، داریم میریم اونجا. 20 دقیقه تا اینجا راهه، بریم ببینیم چیکار میکنه. بچه ها رفتیم گت یو کی ویزا رو دیدیم، آقا عادل و کامران و همشون یکی دیگه، خیلی کارشون درسته. من انقدر تو انگلیس بودم که میدونم وکیل وقتی حرف میزنه کارش آیا درسته یا اصلا نادرسته. این اصلا از اول مدرک‌های مهتریگر مهتی که خانمش رو بیاره اینجا، مدرک‌های مهتریگر اصلا من متوجه شدم که کارش درسته. حالا اینا نمیدونن که من یوتیوبرم و خیلی از آدما رو میفرستم پیششون. حالا میخوام دفعه دیگه بهشون بگم، ولی اینستاگرامشون رو بهتون نشون بدم، خیلی کارشون درسته اگر خواستید بیارید. ولی تو رادیو داشتن صحبت میکردن که میگفتن که این مشکل همه هست. حالا من تو این رادیو دارم گوش میدم ببینم چه مشکلاتی از نخست وزیر اومده یا همون بچه هندی اومده تو رادیو داره صحبت میکنه، مشکلات مردمو داره بازگو میکنه. این اینستاگرامش بچه‌ها بسید نوشید گت یو کی ویزا. نظر تو چی بود میتی؟ به نظرت وکیلشون وکیلای خوبی کوروس کامران و چیز کوروس کامران و عادل و کوروس. آقا کوروس هم خیلی بار جلسه بود البته ما رفته، ولی خیلی کارشون درسته. حتما اگه خواستید برید پیششون. من به خاطر نه که خودمون نشون بدم بگم یوتیوبرم اینا، اصلا بهشون نگفتم من یوتیوبرم. استاپ د بوت، یکی از مشکلاتی که پناهنده ها دارن، میان با قایق، این میگه من میخوام جلوشونو بگیرم. یکی از مشکلاتی هستش که داره خود دو تا هندی، یکیشون نخست وزیر، یکیشون هم معاون نخست وزیر، اینا خودشون دارن چیکار میکنن؟ شکایت میکنن که چرا پناهنده اینجا زیاد میاد، مهاجر زیاد میاد، در حالی که خودشون مهاجرن. ببین سیاست انگلیس رو میخوام بهشون بگم، همینجوری معرفیشون میکنم بهتون چون که کارشون درسته. توی 6 ماه آینده 3 ماه آینده متوجه میشید که کارشون درسته یا نه، کار ما گرفته یا نه. البته ما مدارکمون همش کامله، ولی خب با هم دیگه چیز میکنیم. خیلی کارشون خوب بود، ان شاء الله میخوام دیگه اپلای کنم، خانمامو بیارم. مدارک همه درسته، جوره. دو سه تا مدارک ناقص هست اونا هم درست کنیم دیگه، کارا رو به پیش بریم. خب چند ما تو میشه؟ 3 تا 6. نخست وزیرشون بلده فقط حرف بزنه، مثل همون مسئولای ایران که فقط حرف میزنن، یا به قول معروف زر میزنن. زر یعنی نه اینکه مثلا کلمه بدی باشه، زر یا تز زدن یعنی یه کسی که زر میزنه عمل نمیکنه. زر زدن یعنی عمل نکردن به زبان فارسی، یعنی فقط حرف زدن. اینجوری یعنی فقط حرف زدن، فقط زر میزنه توی رادیو، هیچ کاری هم نمیکنه. موجی هم حتی گفت مثل که خیلی خوب فقط بلد حرف بزنه، هیچ کار دیگه بلد نیست بکنه. اینه دیگه مشکلات انگلیس. اینه توی این ولاگ، امیدوارم خوشتون اومده باشه، از این ولاگ لذت برده باشید.